سلام مهدی مدرسم و اینجام با یک ویدیوی خیلی مهم در مورد آمادگی آزمون آیلتس و اون اینکه چجوری باید واسه آیلتس مطالعه کنم اولین نقطه برای آمادگی آزمون آیلز اینه که با خودتون صادق باشید اینکه هدفهای منطقی و صادقانه برای خودتون بذارید و فکر نکنید که تو سه ماه شیش شما میتونه هفت و نیم بشه یا پنج شما میتونه هفت بشه تو سه ماه شما خیلی خوب کار کنید میتونید ریدین رو از شیش بیارید به هفت توی سه ماه خیلی گایدت شده و پرکتیس شده و تمرینتون چک شده میتونید رایتینگ تون از 6 بیارید نزدیکای 7 یعنی 6 و نیم و اسپیکینگتون از 6 بیارید به هفت این اتفاقا به راحتی نمیافتن بچه ها پس اول از همه بدون اینکه تحت تاثیر علمان های مثل شرکت های مهاجرتی که ازتون نمره بالا میخوان یا دانشگاهی که از حد و توان شما بعضا خارجه و برای کاور کردن معدلتون نمره آیلس بالاتر میخواید و بذارید کنار به اون اندازه قدم بردارید که گیلیمتون هست حالا چجوری میتونید متوجه بشید حتما با باید از یه متخصص مشاوره آیلسی بگیرید ببینید الان کجایید و تو مشاوره آیلس باید حتما رایتینگ شما توانایی ریدینگ شما و اسپیکینگ شما حداقل سنجیده بشه وقتی از شما امتحان لیسنینگ امتحان اسپیکینگ میگیرن عملا دارن لیسنینگ شما هم رو میسنجن می میسنجن پس چهار مهارت رو بسنجن از شما با مشاوره شما و توانمندی های شما آشنا بشن از طریق همون مشاوره و بعدش یه هدف منطقی واسه یه سه 4 ماه بذاریم این میشه اولین نقطه برای شروع آمادگی آزمون آیلتس با این مقدمه وارد بخش دوم آمادگی آزمون آیلتس میشیم که اون برنامه ریزیه برای خودتون زمانی که دارید بچه ها برنامهتون رو میریزید بعد از اینکه فهمیدید که من تا این حد بیشتر تو این سه ماه چهار ماه پنج ماه نمیتونم بیام بالا اینه که حتما واسه یه روز به روزتون برنامه داشته باشید و بعدا واسه یه کل مسیر کل مسیر شما از اون روزها و ساعتها ساخته میشه یعنی نگید که مثال میزنم این کتاب من میخونم میام بعدا از مثلا مهدی مدرسی فیدبک میگیرم نه واسه هر روزت باید برنامه داشته باشی و هر روزت باید گزارش نویسی کنی نه اینکه یه صفحه بلند بالا بنویسی امروز اینا رو خوندم اونا رو خوندم اونا رو خوندم نه ولی باید بدونی که امروز که قرار مثلا روی رایتینگ تاسک وان کار کنم و فرداش از استادم فیدبک بگیرم روی این رایتینگ که نوشتم یا درس رایتینگ رو را میخونم و بعدش رایتینگ مینویسم از استادم فیدبک میگیرم این قرار تو بازه زمانی دو روز تا سه روز باشه بیشتر طول نکشه و شما کارتون رو هی حواله فردا و پس فردا نکنید با خودتون صادق باشید بچه ها خیلی زمان ندارید شماهایی که بعضا دانشجوی درستون تموم شده دارید تز فوقتون رو می نویسید چیزهایی که من هر روز تو جلسات مشاورم میبینم اینها کسایی نیستن که زمان زیادی داشته باشن که آماده بشن واسه ای آزمون اینقدر گرفتاری دارید بعضا که بعضیاتون ازدواج هم کردید و بچه هم دارید این کارتون رو ب... به مراتب سخت در میکنه پس برنامه روزانه و پایبندی به اون چیزی که خیلی توی گروه من و دوره های هیبریدی من مهمه وقتی من به بچه ها برنامه روزانه میدم چک میکنم که حتما هر روز انجام بدم و شما هم باید همین کار برای خودتون انجام بدید و دومین نقطه این برنامه روزانه باید همه مهارت های آیلتس رو کاور کنه نمیشه بگن لیسنینگ باشه واسه سه ماه دیگه بله ممکنه لیسنینگ باشه واسه یه هفته دیگه ده روز دیگه ولی نه کلا واسه دو ماه دیگه این برنامه ریزی معیوبه و نکته سوم این برنامه ریزی ها باید وکب توش خیلی پرنگتر تر از گرامر باشه چرا؟ چون امتحان آیلس یک امتحان وکب محور نه امتحان گرامر محور اینو باید ماها توی ذهنمون بذاریم و هر روز صبح یادمون باشه که ما باید وکب هامون جوری کار کنیم که این وکب ها توی امتحان بیان و وکب ها به مراتب از گرامر مهمترن این چرا باید ما هر روز واسه خودمون یادآوری کنیم به خاطر اینه که سیستم آموزش زبان توی ایران چه تو عربیش چه توی فارسیش بعضا حتی شاید و چه توی انگلیسیش سوار بر گرامره یعنی گرامر اهمیت بیشتری از وکب داره اینو حواستون باشه حالا شاید فارسیش اینجور نباشه ولی مطمئنا انگلیسی عربیش توی سطح دبیرستان ها و دانشگاه اینجوریه ولی توی امتحان آیلتس شما باید وکب بتونید درست و خوب استفاده کنید یه نکته ریز هست که شما برنامه هاتون باید سوگیری داشته باشه به سمت نقاط ضعفتون یه بار دیگه این جمله رو میگم برنامه روزانه شما یا برنامه در بهترین حالت هفتگی شما باید سوگیری داشته باشه نسبت به اون قسمتی که شما توش ضعف دارید مثلا اگه تو ریدینگ ضعف دارید باید بیاد بگه آقا زمان تو دو برابر روی ریدینگ بذار و یک مقداری از لیسنینگت کم کن این ممکنه تو ذهن شما یه لحظه بگه که مدرس تو که گفتی هر چهار مورد باید باید با هم کاور بشن بله عزیزان من ولی سوگیری باید تو برنامه ریزی هاتون باشه که بتونید نقاط ضعفتون رو جبران کنید یا حداقل اگه نمیتونید اون نقطه ضعف و جبران یا برطرف کنید بذاریدش کنار مثل مالتیپل چویس آیتم های توی ریدینگ یا توی لیسنی و بگید من اینا سخته این پنج تا سوالو عطاشو به لقاش میبخشم میرم یه کار دیگه میکنم یعنی تو اون زمان سیف شده میرم روی یه سری سوالات دیگه زمان میذارم این شاید مشکل زبان منو حل نکنه مشکل آیلس منو حل نکنه ولی منو به نمره مطلوبم نزدیکتر میکنه و با حد اقل امکاناتم به اون نمره مطلوبم یا حداقل هزینه به اون نمره و هدف مطلوبم میتونم برسم البته این کار فقط و فقط با شما نیست من تو جلسات مشاوره مدام با بچه چک میکنم که مطمئن بشم که آقا آیا واقعا تو مالتیپل چویس ها مشکل چه تو لسنینگ چه تو ریدینگ مشکل حل نشدنی داری یا نه با یه سری ترفندها یا با یه سری تمرین بیشتر یا با اضافه کردن وکب این مشکلت حل میشه و هر کدوم از اینها باشه اول این کار رو انجام میدیم و بعدش اگه واقعا نشد رو میاریم به شانس حالا این مثال کوچیک از یه برنامه ریزی بلند مدت واسه دانش جوی آیدز. یکی از کارهایی که من توی تیم آموزشیم انجام میدم این پوشه ای هست که کنار میز منه همیشه و برنامه روزانه شاگردامو توش به این شکل نگه میدارم من حواسم جمع نسبت به دانشوام که هر روز باید چه کاری انجام بدم و خودشونم توی یک برنامه دیتیل روزانه اینو میشناسن میدونن و پیاده میکنن من هفتگی از بچه هام رایتینگ و اسپیکینگ می میکنم و زمانشون رو توی خونه جوری برنامه ریزی میکنم که ویدیوهای آموزشی خودم رو ببینن و این یعنی حرکت به سمت یک پروسه بهرهور آیلسی مهم نیست از کجا منبع اطلاعاتتون هست چه مهدی مدرس چه هر معلم دیگه ای مهم اینه که اون اطلاعاتی رو که شما دارید میگیرید به صورت دست بندی بتونید ارائه بدید توی امتحان آیلز مخصوصا بچه ها وکبش و باز هم مخصوصا تر توی بخش رایتینگ آیلز زمانی که دارید آماده میشید واسه آز... آزمون آیلز ذهنیتتون باید این چنین باشه که من اونهایی رو که دارم یاد میگیرم میتونم در قالب یه برگ آچار خلاصه کنم زمانی که تونستید اطلاعاتتون رو در قالب یه برگ آچار خلاصه کنید اون زمانی که تو امتحان وقت کم نمیارید تو رایتی فکر نکنید با هفش مدل رایتینگ یاد گرفتن یا با تعداد کلمات بیش از حد یاد گرفتن اون وقت موفقیت برای شما تضمینیه نه بچه ها زمانی که بتونید از امکاناتی که دارید استفاده کنید و از وکب ها و گرامر ها توی رایتینگتون به نحوه درست و توی اسپیکینگتون باز هم به نحوه درست استفاده کنید اون زمانه که ما میتونیم از موفقیت حرف بزنیم پس برنامه آیلتس بر اساس کسرت اطلاعات نیست بر اساس تمرین و مداومت اطلاعاته که این اطلاعات ملکی ذهن بشن و خلاصه بشن توی برگه آچار که این برگه آچار ملکی ذهن دانشجوه خوشحالم که تا اینجا این ویدیو با من بودید اگه خوشتون اومده لطف کنید این ویدیو رو لایک کنید و به انگلیسی کامنت بذارید حتما زیرش اگه که دوست دارید از خدمات گروه مدرس اطلاع پیدا کنید و با من زمان مشاوره داشته باشید حتما با این شماره تلفن در بسترهای مختلف سوشال میدیا و در زمان اداری با من در ارتباط باشید بریم سراغ یه نکته تلایی که پایان بخش بحث امروزمونه و اون بحث یادگیری وکب تو آیلتس هرچند این موضوع نیاز به یک ویدیوی مجزا و خاص داره اما حالا که دارم از برنامه ریزی حرف میزنم حالا که اهمیت وکب رو توی آیلتس چندین برابر گرامر میدونم جا داره تو همین ویدیو بهتون بگم چجوری باید وکب بخونیم ببینید بچه وکب زمانی که برای امتحان آیلز داره حفظ میشه باید حتما یه دسته بندی توش بشه آیا این وکب به درد اسپیکینگ و رایتینگ من میخوره یا بحث اطلاعات عمومی من واسه ریدینگ و لیسنینگ اگه نوع ریدینگ و لیسنینگیه نیاز به تکرار زیاد نداره ولی اگه نوع رایتینگ و اسپیکینگی حتما شما باید تکرارش کنید حتما باید تکرارهای معنادار روش بذارید میگه تکرار معنادار چیه؟ یک کلمه رو سه تا 5 بار تکرار کنید در بازه زمانی 45 روزه یعنی 15 بار در 45 روز که اگه فکر کنم تقسیم کنید میشه هر سه روز یک بار مدل های مختلفی هست من مدل های مختلف رو توی ویدیو های مختلف گفتم ولی به نظرم اگه کلماتتون رو دو سه روز یک بار چک کنید و ریویو کنید و هر چقدر که جلوتر میرید اون کلماتی که بیشتر تو ذهنتون نقش بسته رو بیشتر تمرین کنید به جای اینکه هی بخواد کلمات جدیدتری رو به سیستم خودتون اضافه کنید این میتونه موفقیت آیلتس شما رو خیلی پررنگتر بکنه یکی از چیزهایی که شما تو ذهنتونم باید بسپارید اینه که اگه کلماتی واسه یه ریدینگ و لیسنینگ داره یاد گرفته میشه اینا تکرار پنج باره بعضا واسه شون میتونه کفایت کنه با این ذهنیت و با این روند من میتونم حرف از موفقیت بزنم برای دانشجوهام اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم که یک نتیجهگیری کلی از مبحث داشته باشم اینه که صادق باشید با خودتون برنامه رزی روزانه و منطقی داشته باشید اولویتتون آیلس باشه و تو این اولویت آیلسی وکب دوباره اولویتتون باشه زمانتون رو روی هر چهار تا مهارت بذارید ولی با سوگیری مثلا ریدینگ رو یه هفته بیشتر کار کنید تا مشکلاتتون رفت بشه بعدش هفته بعد جبرانش کنید با لیسنینگ به با عنوان مثال حتما بچه ها فیدبک بگیرید در مسیر یادگیریتون تنها نرید مسیر آیلستون رو چون هزینه جدی واسطون میتراشه و در نهایت اینکه وکباتون رو اگه دارید واسه اسپیکینگ و رایتینگ یاد میگیرید توی 45 روز 15 بار تکرار کنید تا ذهنتون قشنگ اون کلمه رو به یاد بسپاره و از اون طرف اگه واسه ریدینگ دارید آماده میشید 5 بار به نظرم عدد خوبیه ممنون و سپاس گذارم که تا اینجا همراه بودید کامنت گذاشتید لایک کردید این ویدیو رو به دست دوستانتونم رسوندید خیلی ممنون و سپاس گذارم تو ویدیوی بعدی میبینم